عزیز، در این بخش از برنامه بازار همکارانم گزارش را در مورد اهدای ایدی از سوی حکومت آماده ساختن، چون که وزارت مالیه میگه که تا یک هفته دیگر در حدود 1.7 میلیارد افغانی را همچون ایدی به برخی از کارمندان دولت میپرداد. سخنگوی این وزارت میگه که این پول از رهگذر صرفه‌جویی در هزینه کردن بودجه عادی فراهم خواهد شد و با آن کارمندان خدماتی کشور پرداخته خواهد شد که حقوق گزاف و امتیازی نداشته باشند. اما پرداخت این ایدی به کارمندان دولت با واکنش های هم روبرو شده. برخی ها این پرداخت ایدی را به عنوان یک کمپاین در آخر عمر حکومت وحدت ملی میدانند. وزارت مالیه این روزها سرگرم اجرایی سازی یک فرمان رئیس جمهور است که بر بنیاد آن حقوق 15 روزه کارمندان خدمات کشوری همچون ایدی به آنان پرداخته خواهد شد. ما پول احتیاط هم داریم در کدای احتیاط که در صورت استثنایی باز از او هم استفاده کرده میتونیم، ولی آن چیزی را که ما میبینیم در بودجه عادی ادارات ای ظرفیت موجود است، چون فعلا که ما میبینیم در مصرف بودجه عادی کاهش به میان آمده، یعنی ما یک صرفه‌جویی را داشتیم. زمانی این کار انجام میشه که اونا اول بودجه را بررسی میکنن که آیا بودجه افغانستان توانایی پرداخت همچین موضوعی داره، بر اساس چی و چه قسم بعدی پرداخت بشه، پس کدام ارگان ها ما میتونیم بودجه رو تامین بسازیم که با موجودیت هیئت وزیران و هیئت سنا که مربوط میشه به نمایندگان مردم در مجلس و قانون گذاری میتونه یک تصمیم گیری بهتری میتونست باشه. ایدی حکومت با استقبال گرم کارمندان روبرو شده است که همواره از حقوق ناچیزشان شکایت داشتند. در 4 سال 5 سال یکید نداریم که 4 سال 5 سال یکید تجلیل بکنیم، در هر سال ما دوید داریم، باید امساله بر ما دوید ایدی داده شود. بسیار خرسند هستیم، بسیار گپ خوب است، تشویقی است، ما تشکر میکنیم، اما اگر یک کار بنیادی بر کارمندای دولت شود. از سوی هم در حالی که شمار از کارمندان کنونی دولت ایدی دریافت خواهند کرد، شمار دیگر از کارمندان پیشین دولت تا حقوقشان را دریافت نکردند و روزها را در انتظار خبر خوش اینجا پشت در خزینه تقاعد سپری میکنند. دو روز است که من نمیشه لب دان خاق میگردم، صبح مراجعه میکنم، میگه برو پیشین بیا. 4 ماه میشه سرگردان هستم، دنبال تقاعدی هستم، امروز به فردا، امروز به فردا. وزارت مالیه پرداخت ایدی را در حکومت پیشین نیز تجربه کرده است، اما این نخستین بار است که حکومت وحدت ملی دست به این اقدام زده است. برای بحث بیشتر در این مورد خانم لیلما احمدی عضو مجلس سنا در استودیو با ما هستند. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسیار تشکر، سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز. ممنون. خانم احمدی، میخوام بپرسم که در حال حاضر در آخر عمر حکومت وحدت ملی، حکومت در نظر داره که 1.7 میلیارد افغانی را به عنوان ایدی به کارمندان دولت پرداخت بکنه. این ایدی به چه عنوان پرداخت خواهد شد به کارمندان؟ بسیار تشکر، اما بسیار روشن نیست که گفتند برای یک ایده از کارمندان دولت پرداخت میشه که امتیاز اضافی ندارند، اما این باید مشخص میشد که به همه مامورین دولت هست و معلمین و افرادی که معاش تنها معاش رتبه یا بست خدا دارن، یعنی بستایشان مشخص میکردن. مشخص میکردن، اما این یک سوال است که همه در ذهنشان است که آیا بر ما این معاش است یا خیر، یا ایدی است یا خیر. به هر حال وضعیت کنونی اقتصادی در کشور وضعیت خوبی نیست، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی فوق العاده کاهش پیدا کرده و همچنان ارزش مواد اولیه بهایش روز به روز بیشتر شده رفته که این یک سرسام وضعیت سرسام آور در وضعیت اقتصادی خانواده ها برآورده، به خصوص کارمندان دولت که معاش ماموریت دارن و بخش معارف معلمین، اینا شکایت بسیار بیش از حد دارن که با معاشی که اونا برشان پرداخت میشه نمیتونن زندگی را عیار بسازن و برای خرج و دخل خود آماده بسازن. اما گفته میشه که ایده ای که برشان در نظر گرفته شده با هزینه که بسیار گزاف است، ای از یک سو میتونه برای ایده از کارمندان دولت یک معاش تشویقی یا ایده باشه که بتونه حداقل
یک موضوع که برای چند روز آشاب اعباتیشان بکنه. این یک کار بسیار اساسی و بنیادی برای کارمندان حکومت و دولت شده نمیتونه. اما از جانب دیگه ما در وضعیت قرار داریم فعلا که همه چیزا برچسب میخوره برای کمپاین های انتخاباتی. به هر حال اگر برای کمپاین های انتخاباتی هم باشه، حداقل یک تغییری بر دسترخوان کارمندان بسیار پایین بوده دولت. اما پرسش اینجا با میان میه که آیا در این جریان چهار سال ایده نبود که باید به کارمندان دولت ایدی پرداخته میشد که اکنون حکومت تصمیم بری گرفته یا اکنون اینا فکرشان شده که خب اید است و باید اینا ایدی پرداخت بکنن به کارمندان؟ ببینین، برای چهار سال قبل نسبت به امسال تمام نرخ در بازار تغییر کرده. ما چهار سال قبل ارزش بهای افغانی در برابر ارزش پول خارجی می دیدیم که بلندتر بود، اما آل بسیار کاهش پیدا کرده. اما از یک طرف دیگه دولت هم متوجه از این نبوده که مثلا در ولایت های سرحدی به خصوص در ولایت ننگرهار امروز تبادله تمام موضوعات بازرگانی یا تجارتی با کلدار پاکستانی صورت می گیره. حتی در خود پایتخت افغانستان تبادله خرید فروش جایدادها و مکانها که موضوعات بسیار کلان و بزرگ بازرگانی در تشکیل میده، اینا هم با دلار تبادله میشه. به این شکل در حوزه غرب با تومان تبادله میشه که این ضربه بسیار محکمی را بر پیکر اقتصاد کشور وارد میکنه. باید در چهار ساله که حکومت وحدت ملی فعالیت داشتن، برای مردم باید این موضوعات در بازار اقتصاد عیار می ساختن، معار می ساختن تا ارزش بهای افغانی کاهش پیدا نمی کرد. و حالا که با بهانه ایدی حداقل برای کارمندان دولت یک ارزش را قائل شدن یا تشویق را قائل شدن، اونا ضرورت دارن. به هر حال امروز مردم افغانستان و خانواده ها نیاز برای یک صد افغانی یا هزار افغانی هم دارن که بسیار بسیار برشان به درد بخور است. به این اساس و ایدی که اگر کامپاین هم برچسب بخوره، حداقل میتونه که برای آیا ممکن نبود که این یک اشاریه هفت میلیارد افغانی یک کار بنیادی بر کارمندان دولت صورت میگیره؟ مثلا اینا رو بیمه میکردن، بیمه صحی برشان نظر میگرفتن یا ده ها بیمه دیگر که وجود داره، تا حداقل اینا زندگیشون در دراز مدت تضمین میشد. شاید اینا می پول که پرداخته شوه یکی دو روز زندگیشون رو با پیش ببره. اصلا بسیار پیشنهاد بسیار معقول است که باید بر دولت از جانب نهادهای مختلف داده شوه و یک برنامه بسیار طویل مدت خود حکومت در نظر داشته باشد در مورد توزیع کوپون بر کارمندان دولت که در گذشته ها می صورت می گرفت، همچنان بیمه برای کارمندان وجود داشته باشد و بعد از بازنشستگیشان حداقل اینا بیمه شوند تا به خاطر آرام زندگی رو به پیش ببرند. این موضوعات است که باید حکومت در زمینه توجه جدی بکنه. اما با ایده که امروز در نظر گرفته 15 روزه معاشه، من فکر نمی کنم که بتونه طویل مدت موضوعی را بنیادی می ساخت که بیمه می شدن و موضوعات دیگی را که برای کارمندان دولت بدت بخور می بود. اما امیدوار هستیم که در این زمینه برنامه های بسیار اساسی و بنیادی را حکومت در دست داشته باشد. بله. خانم محمدی، اکنون که این پول قرار است که پرداخت شود به کارمندان دولت، میتونن تضمین وجود داشته باشد که واقعا با من کارمندان که نیازمند هسته بر از اونها باید پرداخته شود؟ چون به اندازه فساد وجود داره در اینجا که مردم انتظار ندارن که این پول که به عنوان ایدی است یا به عنوان کمپاین انتخاباتی است در دستشون قرار بگیره. اصلا وزارت مالیه زمانی که اعلان کرده که به عنوان ایدی برنامه را در نظر داره و میخواد که مدت معاش را برای کارمندان دولت بپردازه، حالا او هم باید روشن بسازه که چگونه پرداخت میکنه و از طریق رسانه ها به آگاهی کارمندان دولت رسانیده شود. و بالاخره خوشبختی مردم افغانستان در این است که آزادی بیان و فعالیت بخش رسانه‌ای و به خصوص شبکه های اجتماعی امروز واضح میسازه که فساد آیا در این زمینه هم وجود خواهد داشت یا نخواهد داشت.
بنان وزارت مالیه ممکن است برنامه‌ای را در نظر داشته باشه و فهرستی از مساعدت یا ایدی را بر کارمندان دولت بالاخره به رخ کارمندان دولت بکشه؟ تشکر خانم احمدی، سپاس از اینکه با ما رفتین. خیلی سپاس از شما.